مسجد 361 در داره. همه درها هم تلسم و جادو شدن و یه گنبد آبی معکوس. اولیا چلبی چه چیزهای جالبی دیده و تجربه کرده مگه نه؟ داشتم سیاحتنامه اولیا چلبی رو میخوندم و همین الان رسیدم به قسمتی که دوستش دارم تا همه شما اینجا هستین براتون بخونمش. وقتی داستانهای اولیا چلبی که زندگیش با دیدن پیامبر اکرم تو رویا تغییر کرد رو بشنوین، موهای بدنتون مورمور میشه. اگه آماده هستین با هم دیگه میریم که این ویدیو رو شروع کنیم. اون گروه از شما که ویدیوی مربوط به خواب رو دیدین حتما یادتون هست که تو اون ویدیو گفتیم پیامبر اکرم تو حدیثی فرموده هر کسی که تو خوابش من رو ببینه به حق و واقعا من رو دیده. تو این ویدیو قرار شاهد این موضوع باشیم که زندگی اولیا چلبی چطوری با دیدن پیامبر اکرم تو خواب و حرف اشتباهی که حین گفتگو با پیامبر زد تغییر کرد. ولی قبل از اشاره به این رویای جالب اجازه بدین به طور خلاصه با اولیا چلبی آشنا بشیم. اولیا چلبی تو سال 1611 میلادی تو استانبول تو خانواده ای اصالتاً اهل کوتاهیه به دنیا اومد. اولیا چلبی پس از دریافت آموزش‌های خاص در زمینه زبان‌های عربی، فارسی و موسیقی و همینطور خوشنویسی موفق به دریافت عنوان حافظ قرآنی هم شد. اولیا چلبی از طرف پادشاه وقت تو کاخ مشغول به کار شد، ولی زندگی محدود کننده توی کاخ مناسب روحیات اولیا چلبی نبود. اولیا چلبی میخواست سیاحت کنه و مکانهای جدید رو کشف کنه. به همین خاطر تصمیم گرفت سیاحت رو از کوچه ها و گوشه کنار استانبول شروع کنه. اولیا چلبی بعد از سفر به بورسا و ازمیت این سعادت رو پیدا کرد که تو تمام جاهایی که حکومت عثمانی بیش از 50 سال توش حکومت کردن به سیاحت و کاوش بپردازه. از اونجایی که خیلی ها از رویای اسرارآمیز پشت این سیاحت های اولیا چلبی بیخبر هستن، رسما خودم هیجان دارم که این خواب ها رو برای شما تعریف کنم. اولیا چلبی هم مثل مارکوپولو و کریستوف کولومب یکی از سیاحانی بود که اسمش تو تاریخ ثبت شده. اولیا چلبی رو به عنوان کاشف و نویسنده معروف اهل عثمانی میشناسیم که بیش از 50 سال به سیاحت پرداخته. نام اصلی اولیا چلبی محمد زلا بود و او تجربیاتش از مکانهایی که تو کل زندگیش سیاحت کرده بود رو تو اثری به اسم سیاحتنامه 10 جلدی که پر از رویدادهای جالب و افسانه‌ای هست جمع‌آوری کرده. تو سیاحتنامه به موضوعات جالبی اشاره شده. بیاین به یکی از این موضوعات جالب اشاره کنیم. رویایی که اولیا چلبی میبینه و اینکه چطور بعد از دیدن این خواب شروع به سیاحت میکنه. من این خواب اولیا چلبی رو به همون صورتی که اولیا چلبی تو سیاحتنامه بهش اشاره کرده و از زبان خودش براتون میخونم. ماه محرم سال 1630 میلادی یعنی سال 140 قمری بود، شب عاشورا بود و قرآن خوندم و دعا کردم. خیلی دلتنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده بودم. برای استراحت به بالشت گردم تکیه دادم و بین خواب و بیداری بودم. یهو خودم رو تو مسجد آهی چلبی نزدیک اسکله یه میش دیدم. این مسجد کلن با پول حلال ساخته شده و گفته میشه هر دعایی تو این مسجد بشه پذیرفته میشه. وقت نماز صبح بود. از در مسجد عده‌ای دلاور و پهلوان مسلح با چهره‌های نورانی وارد مسجد شدن. اینکه مسجد چقدر نورانی شد قادر به وصفش نیستم. انگار که ماه از آسمون کنده شده بود و بعد صدها ماه و ستاره به این ماه اضافه شده و توی مسجد رو پر کرده بودن. با تحسین این سربازان ماه رو تماشا می کردم. از دلاوری که کنارم نشسته بود پرسیدم ای سلطان،
شما اهل کجا هستین؟ میشه اسمتون رو بگین؟ شخص دلاور هم گفت من سعد ابن ابی وقاص، یکی از 10 تیرانداز مشهور اسلام که به او وعده بهشت داده شده هستم. فوراً دستش رو بوسیدم. راستی اون اشخاص با سیمای نورانی سمت راست شما کی هستن؟ پیامبرها و اولیا و اصحاب پیامبر و اهل مکه و مدینه و شهدای کربلا. اون شخصی که جلوی محرابه اویس قرنی هستش. تو سمت چپ پایین دیوار مؤذن اسلام بلال حبشی هستش. اون سربازان سفید پوش پرچم به دست روح شهدا هستن. سردستشون هم سردار شهدا حضرت حمزه هستش. سعد ابن وقاص به این شکل همه افراد حاضر توی مسجد رو به من معرفی کرد. به هر کسی که نگاه می کردم پر از شادی و روح زندگی می شدم. از سعد ابن وقاص پرسیدم واسه چی اینجا جمع شدین؟ در جواب به من گفت سربازهای اسلام تو منطقه آزوف با مشکل و سختی مواجه شدن و ما برای کمک به کاروانسرای تاتار می ریم. پیامبر اسلام هم به زودی میاد. نماز صبح قرار طبق سنت خونده بشه. بعد پیامبر اشاره میکنه که اقامه نماز رو به پا کنین. بعد تو با صدای بلند اقامه نماز رو به جا بیار. بعد از برپا داشتن اقامه نماز همراه بلال حبشی اذان بگو. باشه؟ وقتی نماز تموم شد و پیامبر تو محراب هستش فوراً پیشش برو و دست مبارکش رو ببوس و ازش طلب شفاعت و یاری کن. وقتی اینا رو شنیدم هیجان زده شدم. پس اونا می دونستن که من اینجا هستم. چیزی نگذشته بود که نوری روشن تو در مسجد ظاهر شد. مسجد که از اول نورانی بود نورانی تر شد. سمت راست پیامبر امام حسن و سمت چپ ایشون امام حسین حضور داشتن. بسم الله گویان وارد مسجد شدن. به حاضران داخل مسجد سلام کردند. به محراب رفتن و برای به جا آوردن فریضه نماز صبح به صف ایستادن. نمیدونم از ترس بود یا هیجان که شروع به لرزیدن کردم. پیامبر درست همونطوری بود که هلیه هاکانی یا اکثر هاکانی محمد توصیفش کرده بود. با تحسین نگاه میکردم. وقتی به ایشون سلام کردم به هم نگاه کرد و با دست راستش روی زانوش زد. فرمود اقامه نماز رو به جا بیار. اقامه نماز رو خوندم. همه ی جماعت قیام کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش نماز جماعت شدن. اذان رو به شکلی که سعد ابن ابی وقاص به هم یاد داده بود خوندم و نماز صبح تموم شد. پیامبر اسلام تو محراب ایستاد و سعد ابن ابی وقاص دست منو گرفت و پیش ایشون برد و گفت ای رسول خدا، این اولیا چلبی هست که عاشق خدا و رسول خدا هست و طلب شفاعت داره. تو حالتی بودم که اگه کسی بهم دست میزد میزدم زیر گریه. تموم بدنم میلرزید. انگار هوش از سرم پریده بود. دست‌های مبارک پیامبر اسلام رو بوسیدم بدون اینکه متوجه حال خودم باشم و جایگاه خودم رو بدونم. خواسته خودم رو به ایشون گفتم ولی از هیجان زیاد به جای ای رسول خدا شفاعت گفتم ای رسول خدا سیاحت. پیامبر لبخندی زد و فرمود پروردگارا برای این خادم سیاحت و زیارت رو سهل کن و دعا کرد. بعد همگی با هم فاتحه خوندیم. دست همه حاضران تو مسجد رو بوسیدم و اونها هم برام دعای خیر کردن. دست بعضیاشون بوی گل بنفشه و دست بعضیاشون بوی گل میخک میداد. بوی مبارک پیامبر شبیه بوی زعفران و گل سرخ. اصحاب پیامبر هم برام دعا کردن. اول پیامبر و بعد بقیه حاضران مسجد رو ترک کردن. سعد ابن ابی وقاص تیردانش رو در آورد و دور کمر من بست و گفت راه بیفت و با تیر و کمان عمل کن. خدا یار و یاور تو باشه. دست هر کسی رو اینجا بوسیدی اون شخص رو ملاقات خواهی کرد. کشور این افراد رو خواهی گشت و خواهی دید. ولی درباره ویژگی های زیبایی جاهایی که میری و میبینی بنویس. از این به بعد تو پسر من هستی. از حق و حقیقت دور نشو. دلت پر از آرامش باشه. حق نون و نمکی که میخوری رو به جا بیار. از آدمهای خوب خوبی رو یاد بگیر.
به کسی ضرر و آسیب نرسون و موفق باشی و پیشونیم رو بوسید و رفت. با بهت و حیرت به خودم اومدم. چه حالی میتونستم داشته باشم آخه؟ قلبم پر از احساس راحتی و شادی. بعد از مسجد بیرون اومدم. تو قاسم پاشا پیش ابراهیم افندی معبر خواب معروف رفتم. به هم گفت قراره به سیاحت دور دنیا بری. چیزهای خوبی در انتظارت هست. شفاعت پیامبر شامل حالت میشه و وارد بهشت میشی. از اونجا پیش عبدالله دده شیخ مولوی خانه قاسم پاشا رفتم. دستاش رو بوسیدم و خوابم رو برام تعبیر کرد. اون هم تقریبا چیزهایی که ابراهیم افندی بهم گفته بود رو بهم گفت. عبدالله دده بهم گفت که یالا راه بیفت برو، موفق باشی و سیاحتت رو هم از استانبول زیبامون شروع کن.